سلام دوستان، امیدوارم که خوب باشید. با یک ویدیوی دیگه از سری ویدیوهای مکالمه در خدمتون هستم. خب امروز سوژه که انتخاب کردم اسمش هست لو مال دو پی. خب یعنی چی؟ یعنی حالا اگر بخوایم ترجمهش کنیم میگیم مون پی مومانک، یعنی کشورم دلتنگشم، یعنی دلتنگ کشورم هم. پس لو مال دو پی همون معنی دلتنگی برای کشورم میشه. خب من این سوژه رو انتخاب کردم به خاطر اینکه بعد از دوران کرونا میدونم که خیلیا به حال نتونستیم بریم کشورمون، یا به دلایل مختلف، حالا یا کرونا بوده یا به حال دلایل مختلف میتونه داشته باشه، و دلتنگ کشورم شدیم. حالا اینکه چجوری ما اینو بیان کنیم، چجوری ابراز کنیم، بتونیم با کسی اینو به اشتراک بذاریم، و گفتم که خوبه که با هم در این مورد یه ویدیویی داشته باشیم. بریم با هم این ویدیو رو ببینیم. مکالمه رو بین دو نفر به نام سارا و رایان انتخاب کردم که با هم دیگه میخونیم. من یه بار سعی میکنم با ریتم یه خود تندتر بخونم و دفعه دومش سعی میکنم که آرومتر بخونم. سارا: سالو امیر، سا وا؟ تو آلر تریست؟ کس کی نو وا پا؟ سالو امیر، سا وا؟ تو آلر تریست؟ کس کی نو وا پا؟ میگه سارا، میگه سلام امیر، خوبی؟ به نظر میرسه، من اینو قبلا هم کار کردم، توالق یعنی به نظر میرسه که ناراحتی. کس کی نو و پا یعنی چه چیزی خوب نیست، یعنی چه چیزی در حال خودش نیست، یعنی چه چیزی به قول معروف در روال حال خودش نیست. قایان میگه چی؟ یا رایان، یا همون به فرانسویش قایان: جو نو سه پا، جو مو سون تریست. جو نو سه پا، je me sens triste. یعنی میگه نمیدونم، احساس ناراحتی دارم. دملت. خب اینجا من برای لانگژ به قول معروف اوغل شفاهی رو انتخاب کردم. در اصل اینجوریه: tu es malade, tu es malade. خب حالا من دیگه نمیگیم tu، میگیم tu es malade, tu es malade. یعنی تو مریضی؟ قایان میگه نو سه پاسا، tu sais Sara, quand je suis arrivée en France, j'étais émerveillée, tout était nouveau et si différent de chez moi. میگه نو سه پاسا، یعنی چی؟ نه مریض نیستم، نه این نیست. tu sais Sara، یعنی میدونی سارا، quand je suis arrivée یعنی موقعی که من رسیدم en France، موقعی که من رسیدم فرانسه، j'étais émerveillée یعنی چی؟ یعنی شگفت زده بودم، خیلی به قول معروف هیجان زده بودم از اینکه خب رسیدم به یک کشور جدیدی. tu étais nouveau، tu étais یعنی همه چیز برام جدید بود دیگه، ببینید زمان گذشته استفاده شده. et si différent de chez moi، و متفاوت با خونه من. شما منظورشون کشورم اینجا، شما یعنی اون خونه‌ای که من ازش میمدم، اون به حال اون کشوری که ازش میمدم. پس چی میشه؟ tu étais nouveau et si différent de chez moi. سارا بهش چی میگه؟ میگه mais ça ne te plaît plus d'être en France. mais ça ne te plaît plus d'être en France، یعنی دیگه برای تو خوشایند نیستش که تو فرانسه باشی. le verbe plaisir، فعل خوشایند بودن، plaisir یعنی برای تو خوشایند نیستش که توی فرانسه دیگه باشی. رایان میگه چی؟ رایان میگه سی بیان سور، mais j'ai la nostalgie de mon pays. میگه چرا؟ مطمئنم، بیان سور، mais j'ai la nostalgie de mon pays. میگه چرا؟ قطعا اینطوریه، بیان سور، mais نوستالژی کشورمو دارم. حالا داره میگه چه نوستالژیایی؟ des odeurs, des plats que ma mère préparait, mes amis me manquent. میگه اودور یعنی چی؟ یعنی بوها، بوهای مثلا مزوش، حالا بوهای کشورم، حالا مزوش غذا و ایناش. des plats que ma mère préparait، غذایی که مادرم آماده میکرد. mes amis، دوستان، و داره یک چکی میگه دیگه، پس بوها، غذاهای مادرم، مزمی، مومانک یعنی دوستان، اینا همه چیزایی هستند که مومانک یعنی دلم براشون تنگ شده. tu peux imaginer à quel point tout ça مومانک. میگه تو میتونی تصور کنی، ایمجینه کنی. tu peux imaginer à quel point tout ça مومانک. میگه تو میتونی تصور کنی در چه حدی
اکل پوان، یعنی پوان میشه نقطه، میگه تا چه نقطه، میخواد بگه تا چه حدی، منظورش اینجا تا چه حدی. چوسا منظورش غذاهای مادر، نم دزدو ابخه مزمی، توسا مومونگ، از تا چه حدی این چیزا دل من دلتنگ این چیزا شدم. ساقا میگه چی؟ تا دزمی سی و سی تا، اینجا تا یعنی چی؟ تو آ تو آ منظورش یعنی تو داری، ولی خب تو لانگج سری میگیم تا، پس منظورش چی؟ همون تو آ یعنی تو داری، فعل اواق. تا دزمی سی و سی میگه تو اینجا، منظورش کشور فرانسه است، اینجا هم دوست داری، تو دزمی سی تو مامو، تو مامو یعنی تو منو داری، تو مامو، تو مامو یعنی تو منو داری. ایلیا بوکو دو شوز افر ایسی، ایلیا بوکو دو شوز افر ایسی، یعنی چیزهای زیادی برای انجام دادن هستش اینجا. ایلیا بوکو دو شوز، چیزهای زیادی افر، برای یعنی کارهای زیادی میتونی اینجا انجام بدی، کارهای زیادی میتونی اینجا بکنی. قایان میگه چی؟ سپلمم شوز میگه همون چیزا نیست، یعنی میخواد بگه اون احساسی که من درگیرشم این نیست، یعنی سپلمم شوز یعنی همون چیز نیست، یعنی همون چیزی که مزاجی که تو کشور خودم تجربه میکردم نیست. جه ده پروبلم اوک لا لانگ فرانسیز، جن پو پا تروه دو تراوای، تو پو پا کمپراند، تا جامه کیته تون پی. خب میگه جه ده پروبلم اوک لا لانگ فرانسیز، یعنی میگه مشکل دارم با زبان فرانسوی، با زبان فرانسه مشکل دارم. جن پو پا تروه دو تراوای، نمیتونم کار پیدا کنم. تو پو پا کمپراند، میگه تو نمیتونی بفهمی. حالا چرا ننوشته تو نه پو پا؟ خب چون گفتم لانگج بیشتر اوغله، یعنی یه مکالمه شفاهی تقریبا، در حالی که میتونه باشه تو نو پوپا. حالا این پر این نور حذف کردیم شده چی؟ تو پوپا یعنی تو نمیتونی. پس اگر شنیدی میگیم تو پوپا، همون معنی چی رو میده؟ تو نو پوپا یعنی تو نمیتوانی. خب پس اینجا میشه نو حذفش، اگر شنیدید همون معنی رو میده، ولی بهتره شما فعلا حذف نکنید. تو پوپا کومپران، تو نمیتونی بفهمی. ترجمه کیت تومپی، تو هرگز کشورت رو ترک نکردی. حالا ببینید تب جمه معمولا اینجوریه که یعنی باید بشه تو نجمه، تو نجمه، دوره اینجا انپسخوفش هست شده، تو انپسخوف یعنی ته ایش هست شده تو نجمه. خب پس این برای چیه؟ پس اگر شنید کسی میگه ترجمه، منظورش اینه که همون تو نجمه. حالا ادامه خفص، ترجمه کیته تومپی، ترجمه کیته تومپی، تو هرگز کشورتو ترک نکردی. خب این مکالمه بود که بین دو نفر که به حال یکی دلتنگ کشورش بود، اون یکی دیگه داشت بهش دلداری میداد. خب شما اگه مثلا کسی بهتون که چرا مثلا دلتنگ کشورتون هستید، میتونید مثلا از این عبارات استفاده کنید. J'ai des problèmes avec la langue française, je ne peux pas trouver de travail. حالا و چیزای دیگه. خب حالا ما وقتی که میخوایم در مورد مثلا کشور اورجیناله، حالا چند تا جمله هم حالا به دلتنگی ربطی نداره، ولی کسی میخواد در مورد کشورش توضیح بده، چجوری میتونه بگه در مورد کشور مثلا اون پی دوغجین، مزون کشوری که ازش میای شما، مثلا میخواید بگید دو بار بزرگتر از فرانسه، دو برابر فرانسه است، به قول معروف میگیم چی؟ سه دو فوا پلو گران کو لا فرانس، یعنی کشور من، حالا اونجا که دم صحبت میکنید، دو بار دو برابر کشور فرانسه بزرگه، به قول معروف. سه از سنگ اق دو ول، مثلا میگه کشورتون چقدر دوره، به اینجا میگیم سه از سنگ اق دو ول، یعنی 5 ساعت ول پروازه. یا اگر میخواید بگید مثلا گرمتره، گرمتر از اینجاست، میتونیم بگیم چی؟ این فی پلوشو کیسی، یعنی از اینجا گرمتره، کجا؟ کشور خودتون. حالا اون کشوری که مثلا شما رو پذیرا شده بهش میگیم دوپی دکو، یعنی کشور پذیرنده شما، اونجایی که شما رو پذیرفته برای اقامت شما. میدونیم در موردش چی بگیم؟ مثلا در مورد مردمش، فرهنگش، میخواید صحبت کنید، کسی از اون سوال پرسه نظر شما در مورد اون کشور چی، میدونیم چه جملاتی بگیم. ایسی جنبو کو لژان، اینجا من خیلی دوست دارم مردم.
J'aime la culture d'ici. Ma فرهنگ اینجا رو دوست دارم. ایسی منخواه مبله. اینجا کارم مورد پسندمه. یعنی من کارم و مروار دوست دارم نیست. فله پلقه که همون میشه پلزیغه. یعنی دوست داشتن مورد خوشایند بودنتونه. Je me sens bien. جرمت سوالش من پاک کردم. Je me sens bien ici. یعنی احساس خوبی دارم اینجا. Je me sens bien ici. L'adaptation est facile pour moi. L'adaptation est facile pour moi. یعنی چی؟ L'adaptation منظورش اینه که آداپته شدن، یعنی هماهنگ شدن، آداپته شدن، هماهنگ شدن با یک فرهنگی. حالا بعضی میگم آداپتاسیون برامون سخته که با یه فرهنگ جدید آداپته بشه. ولی از نظر به حال فرهنگی، از نظر به حال ساعت کار، نوع کار، اجتماعی، مدلای مختلف آدم به حال وقتی کشور شهر میکنه آداپته بشه. وقتی میگیم ادابتاسیون فسیل یا میتونیم بگیم ادابتاسیون دیفیسیل پور ما. اگر که برای شما سخته، دیفیسیل معنی سخت بودنه. اگر برای شما سخته که تو اون کشور جدید براتون سخته با اون فرهنگ جدید ادابته بشید، میتونیم بگید لادابتاسیون ا دیفیسیل پور ما، لادابتاسیون ا فسیل پور ما، اگر که براتون راحته. خب اینم چند تا جمله کلیدی بود در مورد کشور خودتون و کشوری که شما رو به حال به عنوان مهاجر پذیرفته و اینکه چطور در مورد دلتنگی در مورد کشورتون صحبت کنید. امیدوارم که اگر دوست دارید یه روز به کشورتون برگردید به هر بهونه‌ای، امیدوارم که به زودی این اتفاق برای هممون بتونه بیفته و بتونیم اگر که دوست داریم سفر کنیم به اون کشوری که به حال ازش میایم و به حال ریشه داریم بتونیم برگردیم. امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشید. اگر این ویدیو رو دوست داشتید حتما لایک کنید و سعی کنید این ویدیو رو خوب به خاطر بسپارید که اگر خواستید یک روزی در مورد کشورتون با یکی از به حال کسایی که خارجی هستن صحبت کنید، بتونید واژگان مناسب اون مکالمه رو داشته باشید. تا یه ویدیو دیگه، خدا نگهدار.